سلام سلام سلام، فرارسیدن عید سعید فطر رو به همه شما تبریک عرض میکنم. برنامه کتاب باز شروع شد. آقای دکتر محمد اصفهانی، خواننده و آهنگساز، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم. خیلی ممنون لطفت. ارادتمندم. ما خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو شما قبول کردید. قربون شما. منم خیلی خوشحالم از دیدار حضرت عالی و تمامی دوستان. ارادتمندم. شما آقای دکتر پزشک هستید، خواننده هستید، آهنگساز هستید، دو تا دنیای خیلی خیلی متفاوت. اینا چه جوری با هم در واقع ربط پیدا کرد؟ چی شد که پزشک اومد سراغ هنر و خواندن و آهنگسازی، یا از اول این علاقتون بود رفتین پزشکی هم خوندین؟ چه جوری بود؟ ولی من قبلا هم عرض کردم بحث همون شوق و شغله. اومدم در حقیقت پزشکی رو به عنوان شغلم انتخاب بکنم، دیگه پدرم پزشک بود، ولی این شوق ها در من بود. شوق نسبت به موسیقی، آواز، شوق نسبت به ادبیات. بعد این شوق اومد بر اون شغله چربید و فکر میکنم که خواست خدا بود. حالا من یه شباهتی با شما داشته گذشتم، یه تفاوتی. شباهت اینه که منم پدر و مادرم خیلی شوق اینو داشتن که من پزشک بشم، خیلی خیلی، ولی متاسفانه درسم خوب نبود و علارغم اینکه خیلی هم تلاش کردم، خیلی واقعا، یعنی 2 سال کنکور دادم برای اینکه بتونم پزشکی قبول بشم، آخرش هم شما اونو انجام دادید و بعد رفتید سراغ علاقتون. من اونو انجامم نتونستم بدم، با وجودی که خیلی خیلی تلاش کردم نشد که نشد. من که نشد. آقای صد قبول نمی کنم این حرفو، شما جدی نگرفتین قضیه رو. چون من یه برنامه از شما دیدم که شما تو این برنامه داستان سیگار ترک کردن خودتون رو گفتین. بله. کسی که اون اراده رو داشته باشه حتما کنکور جدی نگرفته، ولی شما پزشک تهران قبول میشه. ارادت آقای دکتر، من حالا یاد یه خاطره افتادم. پدر من دبیر بود، بعد من رشته تحصیلیم شیمی بوده، ولی سال دوم شیمی خیلی سخته. سال دوم دبیرستان از شیمی تجدید شدم. آهان، فکر کنم رشته دانشگاهی تو. رشته دانشگاهیم شیمی بوده، ولی سال دوم دبیرستان از شیمی تجدید شدم. بعد بابام میگفت که تو نخواستی، اگه میخواستی 20 میشدی. گفتم چی نخواستم، تجدید شدم. میگفت نه، من میدونم تو دلت نمیخواسته بخونی 20 میشی. من شهریور امتحان دادم، بازم نمره نیاوردم و تک ماده کردم. بابام میگفت بازم دلت نخواست. اینقدر لطف داشت به من، هم حالا مثل شما که لطف. من کماکان با پدرتون موافقم. این لطف و محبت شماست. بعد بفهمی که شما پدرتون هم پزشک بودن. بله. و ولی در باز یک خانواده ادیب، یعنی اگر اشتباه نکنم پدر بزرگ های شما ادیب و اهل ادبیات. والا پدر بزرگ پدریم که روحانی بود و در اصفهان زندگی میکردن و حالا یه خود توضیح بدم. بله خیلی لطف میکنم. به خاطر اینکه من با دوستان حالا قرار که شما تشریف بیارین صحبت کردم، گفتم آقا این برنامه کتاب بازه یا کتاب بازه؟ گفتن هر دوشه. بله. گفتم خب پس من یه سری نکاتی رو بگم، یه خود کتاب زندگیمو برای دوستان جوانتر باز بکنم، منتها فقط در حد پیشنهاد یا حداقل رفع کنجکاوی، نه بیشتر، چون نسخه من به درد خودم میخوره، من نمیتونم برای کسی دیگه نسخه بپیچم، ولی شاید نکته‌ای توش باشه که اونها خوششون بیاد و با طبع و سرشت اونها سازگار باشه. من پدر بزرگم روحانی بوده، صدای خیلی خوبی هم داشته و خیلی هم آدم آزاده‌ای بوده، اینطوری که نقل میکنن. بعد پدرم به تبع پدر بزرگم اول میره توی حوزه علمیه اصفهان، مدرسه نیماورد معروف بوده، اونجا شروع میکنه درس خوندن، یکی 2 سال میخونه و بعد میره به پدر بزرگم میگه من دوست ندارم این درسو. خب پدر بزرگ من با اینکه خب عمرش توی این کار گذاشته بود و شهریه طلبه ها رو میداد و اینها، میگه خب اگر دوست نداری وقتتو تلف نکن. چقدر عالی. خیلی مثلا
برخورد عجیبی در اون زمان بوده. بعد پدرم تعریف میکرد، میگفت اون زمان دو تا کار بود که خیلی مهم بود، یکی دبیری یکی دکتری. من تصمیم گرفتم برم دکتر بشم، که میاد تهران و کنکور میده و میره دانشگاه تهران و پزشک میشه. البته پدرم میگه من همون موقع هم که اصفهان بودم موتور ایج داشتم، چون ما خونه پدر بزرگمون محلمون تو اصفهان مسجد حکیمه، موتور ایج از این موتورا بوده که قدیم. من اصفهانی ام، یعنی اینجوری که دارین میگین همه رو میشناسین. خب مسجد حکیم میدون موقع کوچه ها باریک بوده. بله بله. بعد این موتور از این سرنشینام کنارش داشت، یعنی خیلی برای اون زمان شیک بوده. بعد میگفتن که چون پدرم محمد علی بود، گفتن محمد علی وقتی میومد از زیر رواقای مسجد رد میشد، همه میفهمن که این داره میره خونش، هم صدای موتور و همون هیبت موتور. بعد میگفت پدر بزرگم به من میگفتش که تو با این نوع رفت و آمد تو، این کارهایی که میکنی از تو آخون در نمیاد، برو همون دکتر شو. بعد جناب وحید دستگردی هم با شما نسبت داشتن؟ ایشون جد مادری من هستن. خب خیلی خانواده شما همه حکیم و اهل فرهنگ سلامت بودن. از اون طرف ما در حقیقت اینا رو به این دلیل دارم میگم که میخوام بگم نحوه مطالعات من به دلیل تربیت خانوادگیم چطوری شکل گرفته. ما از اون طرف خب پدر من عربیش خیلی خوب بود، فرانسش هم خیلی خوب بود، فرانسه مسلط بود اون زمان، زبان رسمی بلد. فرانسه زبان بود فرانس. انگلیسی نه. خب از اون طرف ما یه همچین گرایشاتی توی خونمون بود. از طرف مادری چون جدم مرحوم وحید دستگردی بود و ایشون صاحب انجمن حکیم نظامی و انجمن ادبی ارمغان بود که در حقیقت دواوین نظامی، بابا طاهر، جمال الدین عبدالرزاق، اینا رو اون اصلا و مجله ادبی وحید و بله وحید و البته پسرش بعدن به نام وحید ادام و اون مجله ادبی ارمغان رو داشت که اصل کار اون بود. وقت توی این در حقیقت مقابله و تصحیح دواوین شعرهایی که می اومدن عبرت نائینی مثلا بوده، ایرج میرزا بوده، آدمای کله گنده بودن که می اومدن اونجا، ولی حرف آخر رو وحید میزده که مثلا این بیتو بذاریم. این شنوایی از وحید داشتن و وحید ملقب بوده به سلطان الشعرا، مثلا اشعاری داشته که یه مثنوی مثلا داره 5000 بیت. خیلی هم اهل مبارزه و این حرفا بوده. اینم یک سبقه ای از خانواده مادری و اینا در مجموع با یک در حقیقت رنگ مذهبی که داشتن منو گذاشتن تو یک مدرسه ای که اون مدرسه در حقیقت مدرسه ای بود بسیار سختگیر از لحاظ درس و رسیدن به دروس و این حرفا، آزمون های ورودی سختی داشت، امتحان های سختی داشت، جوری بود که ما امتحانای ناحیه برامون اصلا شوخی بود، اینقدر سطحش بالا بود و تعلیمات مذهبی هم تو مدرسه خیلی سفت و سختش پرداخته میشد. این که دارم بهتون میگم مال زمان شاه ها، یعنی مال الان نیست، ولی من انقلابم که شد تو همون مدرسه ادامه دادم تا انتها. با یک همچین بنیه، چون مثلا عربیمون خوب بود، ما تو مدرسه با ما عربی خیلی کار میکردن با همون اینها، و خب دواوین کلاسیک مثل شعرهایی مثل حافظ، سعدی، اینا میدونید مشهون از عربی و اصطلاحات عربی هستش، ما خیلی با اینا بیشتر آشنا شدیم. من بعضی از مهمانای محترم و عزیز شما رو دیدم که خب بیشتر مثلا ترجمه های اشعار انگلیسی و سایر زبان ها رو خوندن. من هیچ وقت برام مجال و فرصت این نوع مطالعات پیش نیومد. من بیشتر تو همین دواوین کلاسیک و اینها بودم و این حتی تأثیر گذاشت بر روی کار موسیقی من. الان خیلی از کسانی که موسیقی های من رو تعقیب میکنن، یکی از انتقاداتش اینه که آقا شعرهایی که تو میخونی چه شعریه، چقدر سنگینه. من این رو واقعا حق میدم بهشون، چون که اون مقداری که ما هم به واسطه مدرسه و هم خانواده با اشعار کلاسیک دمخور بودیم، شاید یه مقداری از سطح عمومی مردم فراتر بود، که اینم حالا بازم دارم روش کار میکنم که انشالله بتونم قیاس به نفس نکنم و اون چیزی که واقعا مردم دوست دارن، چون ما این کار برای تأثیرش میکنیم دیگه، باید یه چیزی باشه که بالاخره مردم بتونن باشه ارتباط پس از کن. نوجوانی با ادبیات کلاسیک مانوس بود. بله. و آثار کدوم یکی از شعرا و نویسنده ها رو بیشتر میخوندین، بیشتر به دلتون مینشست؟ من حافظ خیلی دوست داشتم که یه اپیدمی بین ایرانی ها.
بعد از حافظ سعدی رو دوست داشتم، مولانا رو خیلی دیرتر راغب شدم بهش، چون راستش رو بخوایم نمیتونستم بفهمم، خیلی مولانا پیچیده است، اصلا خصوصا دیوان شمسش که دیگه هیهات واقعا، یعنی کسی اگه بخواد بفهمه. بعد به خاطر این حالتی هم که توی خانواده ما بود، من مرتکب شعرم میشدم حتی. مثلا در سن 14 سالگی شروع کردم به یه سری شعر گفتن. از شعرهای اون موقع چیزی یادتون هست؟ بله، یه داستانی داره که حالا اگه اجازه بدید داستان رو خدمتتون بگم. پدر بزرگ من مجد الاولا که در حقیقت داماد وحید میشد و اومد دختر وحید رو گرفت، ایشون اون موقع مثلا متجاوز از 80 بود سنشون دیگه، یه خودم حوصله نداشتن کلن دیگه اون موقع، و خب آدمای بزرگی رو دیده بود، از شاگردان بزرگ ادیب نیشابوری بود، متول تا آخر پیش ادیب خونده بود، دوست صمیمی مرحوم ایرج میرزا بود، و پیش از اون با عبرت نائینی اینا با آدمای بزرگی نشست و برخاست می‌کردن. مثلا من یادمه که آقای دکتر شفیع کتکنی اینا پیش پدر بزرگ من میومدن، با ایشون می‌نشستن با هم صحبت می‌کردن. من به دایی مرحوم بهمن بوستان که اون هم استاد دانشگاه آزاد بود و رئیس گروه ادبیات دانشگاه آزاد بود و در فرهنگ معین خیلی ایشون تلاش و همت گذاشته بود واقعا، و خیلی از جمع‌آوری فرهنگ معین مدیون فیشای بهمن بوستان. مرحوم معین هم قبل از اینکه تو اون حالت کمایی خیلی طولانی برن. پس شما با علی بوستان هم نسبت دارید؟ علی بوستان پسر دایی منه. بله. بر نوازنده چیره دست. بله، نوازنده ستار. بله. بعد خب مرحوم معین هم وقتی که سر حال بودن و به قول معروف به هوش بودن، خیلی دایی منو دوست داشتن. مرحوم همایی همینطور، جلال الدین همایی. بله. ایشون هم خیلی به دایی من علاقه داشتن. من با داییم راحت‌تر میتونستم ارتباط برقرار بکنم. پدر بزرگم یه کمی ابهتش و اینا مانع بود. من رفتم به داییم گفتم که من این شعر رو گفتم و برای داییم خوندم، و داییم گفت بیا اینو برای پدر بزرگ. گفتم شما باید باشی نباشی من میترسم. خلاصه یه شبی که ما خونه مادر بزرگمون همه جمع میشدیم، داییم گفتش که محمد میخواد یه شعری بخونه. گفت بخون. اون ایشون هم ادبی حرف میزد. منم حالا دو بیتش رو براتون میخونم. دوست دارم چون رجال معنوی، بگروم بر رسم دین رسم نبی. نبی یعنی قرآن. نبی یه کلمه فارسیه منتها به قرآن گفته میشه. دوست دارم چشمه حکمت خدای، از دلم سوی زبان گردد جدای. که اینو که گفتم پدر روزگارم خیلی خوش اومد. گفت چند سالتون بود که این شعر؟ من فکر کنم 14 یا 15 سال. خیلی خوب برای اون سن. لطف داری. شعر خوب. به خاطر همین که کلمه نوبی رو شما میدونستین استفاده کردین در به خاطر مدرسه و عربی و در حقیقت تماسی بود که با شعر و اینا زیاد داشت تو خانواده ما داشتیم. این دوست دارم چشمه حکمت خدای، از دلم سوی زبان گردد جدایی که گفتم، پدر روزگارم گفت احسنت احسنت، این اشاره به همون حدیث نبوی که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبی الی لسانه. من هیچی نگفتم. آخرین عاشق نمایی تا به کی، روی سوی میکده بی قصد می. و حالا ادامش. وقتی که تموم شد گفت به به خوبه خوبه خوبه. من گفتم که شما فکر میکنین این سبک و سیاق به کدوم یکی از شعرا میخوره؟ ایشون گفت فکر کنم به مولانا جلال الدین محمد بلخی نزدیک باشد. خب واقعا تشویق بزرگی، من تشویق بزرگی بود، ولی خب قضیه هم خیلی خطرناک، یعنی من جرئت نکردم خدایا چی بگم. یه دفعه من اونجا احساساتی شدم و برگشتم گفتم این مال خودم بود. پدر بزرگم عصبانی شد، گفت تو با من بازی کردی، تو مال خودت بود، چرا از من پرسیدی که این مال کدوم یکی از شعراست؟ و اینا که دیگه داییم اومد وسط و گرفت، و بعد داییم به من گفتش که تو نباید همچین کاری میکردی، نباید میگفتی. فکر میکنی که مردی در این سن و سال مثلا بهش در حقیقه رو دست زدی یه جورایی. بعدن دیگه همین گفتن شعر و اینها ادامه داشت و من توی 18-19 سالگی واقعا شعرهایی میگفتم که یه مقداری جدیتر بود. حتی من بعضشو برای یه سر از شعرهایی که خب الان خیلی اسمشون مطرحه خوندم، اونا گفتن این شعرهای جدی. مثلا تو 18 سالگی گفته بودم که انقریب است که مجنون گردم،
غرق در قلزم پرخون گردم، راحل از خطه تدبیر شدم، فارغ از صدر و هم از دون گردم. خیلی این یه عجب شعر یه چیزای طولانی است، شعر خیلی طولانی هستش، ولی دیگه با توجه به ورود به موسیقی و رفتن کلاس‌های ردیف و آواز و اینها، این در من یه مقداری ضعیف شد و پیگیری نکردم. اما بنیش و استعدادش الان دلتون نمیخواد دوباره یه تب آزمایی بکنید؟ شما که به این خوبی شعر میگفتید. والا فکر میکنم خیلی با اون چیزی که در این سن میتونستم و میخواستم باشم فاصله دارم. الان دیگه من تمام انرژیمو تو موسیقی گذاشتم، یعنی سعی میکنم که تو این زمانی که از عمر حنجره من باقی مونده انشالله بتونم کارهای موسیقی رو به نحو احسن انجام بدم. انشالله که خیلی سالهای طولانی باشه. ولی واقعا حواس نمیکنین از اشعار خودتون مثلا چیزی رو بسرایید و بخونید؟ نه، تا حالا به این فکر نیفتادم، ولی استفاده کردم از این پیشینه. یعنی توی یه سری از ترانه ها، مثل ترانه دلغک، مثل بوی باران، مثل بخش هایی از ترانه های آلبوم تنها ماندم، یه جاهایش مال خودم، البته با اجازه شعرا. مثلا یه جایی بوده که شاعر شعر رو گفته، بعد موقع خوندن توی دهن خوب نمیچرخیده با موسیقی. من مشکل رو با شاعر مطرح کردم و گفتم یه همچین پیشنهادی به جاش دارم، و شاعر و مصنف کار پذیرفته، گفته این قابل قبوله، بذار جاش. اینی که گفتیم، من باز یاد یه خاطره از خودم افتادم. همش می‌خواستم مسیر شما رو یه جوری برم و نشده. کلاس پنجم دبستان ما یه معلمی داشتیم، مرحوم آقای برانگیزی، بسیار معلم خوبی. بله، واقعا اصلا ایشون یکی از عواملی بود که من به ادبیات علاقه‌مند شدم. و یه بار من یه شعری گفتم و خیلی با خوشحالی رفتم پیش آقای برانگیزی، گفتم این شعر منو میشه بخونین، نظرتونو بگین. خوند و گفت که آره، من دو تا نظر میخوام بهت بگم که اینا رو سعی کن که آویزه گوشت کنی. گفتم که بله. گفت یکی این که سعدی بخون و دوم این که دیگه شعر نکن. که من فهمیدم یعنی اصلا وقتی که اولی رو گفت سعدی رو بخون، آمادگی برای دومیش نداشتم که به اونجا قرار ضربه کاریو در جمله دوم. که خب البته واقعا لطف بزرگی بود، چون فهمید دیگه، آقای برانگیزی فهمید که خمیر مایه‌شو اصلا ندارم. بازم من اینو قبول ندارم، چون اگر که شما استعداد ادبی نداشتین نمیتونستین نویسنده به موفقی بشین. این لطف شما، این لطف شما. من واقعا تو این چیزا رو در واسه های صد ندارم. شما انسان بسیار موفق و باسواد و فرهیخته هستین، منتها میگم زمینه هایی که عشق در انسان ها ایجاد میکنه و اون جرقه هایی که در انسان ها میخوره خیلی پیچیده است، به همین خاطر نمیشه نسخه داد، میدونی؟ یعنی حتی من اعتقاد دارم که معلم ها هم باید، من چرا الان سعی میکنم از داوری فرار کنم؟ چرا؟ شما تا حالا تو هیچ برنامه ای ندیدین من داور باشم. خیلی هم پیشنهاد داشتم، به خاطر اینکه میترسم یه استعدادی رو منفجر کنم و بین ببرم و بعدن مسئولیتش بیفته گردن من. یعنی قضاوت کردنه، خیلی قضاوت کردن آقای صد سخته. بله، ای بسا اگر اون معلم توی دل شما رو خالی نمی کرد، شاید شما در کنار این نثر شیوایی دارید، این در حقیقت قوه خیال بسیار قدرتمندی که دارین، که خب همه مردم دارن ازش لذت می برن، شاید شما شعرم در کنار این بود. این لطف شما. آی دکتر، شما وقتی که پزشکی رو خوندین، خب پزشکی واقعا رشته مهمیه و سخته و قبول شدنش سخته. اون 6-7 سالی که آدم باید درس بخونه واقعا توان فرساست، کتابای زیاد، درسای سنگین. بعد خانواده نمیگفتن حالا پزشک شدی دیگه، برای چی داری میری دنبال خوانندگی؟ برای چی موسیقی؟ این همچی فشاری رو شما نبود؟ چرا؟ خیلی خیلی بود، به خاطر اینکه خب اون موقع اصلا مشخص نبود که من توی عالم موسیقی اصلا بتونم موفق بشم یا نشم. ولی چیزی که اون موقع تضمین شده بود درسی بود که خونده بودم و مثلا حالا استاجر بودم، بعد اینترن شده بودم، حالا دیگه نزدیک بود دیگه سوگند بقراط رو بخوریم و بیایم بیرون. و بهمونم میگفتن آقای دکتر، میگفتن آقا تو چرا این نقدو داری میذاری زمین، دنبال نسیه داری میری. من یه سوالم بکنم و این بخش رو تموم کنیم، بعد میریم سراغ کتاب ها و بقیه. این سوال شخصی، الان خدای نکرده خدای نکرده مریض شین، خودتون برای خودتون نسخه می‌نویسین یا میرین دکتر؟ والا اگر که در حدی باشه که خودم عقلم برسه، خودم معمولا می‌نویسین. بله، و مهر می‌کنین و بله آقای دکتر. بله، اصفهانی رو میرین داروخانه.
ولی اگر چیزی باشه که دیگه خیلی تخصصی باشه و چون میدونی که ترناور علوم هم هر چی میریم جلو داره سریعتر میشه، ببینم نه خودم واقعا نمیتونم به قناعت وجدانی برسم که این دارو بعد الان برای من تجویز بشه، نه دیگه میرم پیش استاد. خیلی متشکرم. یه استراحت کوتاهی بکنیم و بیایم سراغ بقیه سوالهایی که در خدمت. خیلی خیلی متشکرم. سلام. در بسته پیشنهادی امشب ابتدا سری به فیلم اینک آخر الزمان خواهیم زد. درباره جنگ ویتنام نیست، این خود جنگ ویتنام است. این جمله است که فرانسیس فورد کاپولا، کارگردان سگانه پدرخوانده، درباره یکی دیگر از آثار برجسته خود اینک آخر الزمان میگوید. کاپولا اینک آخر الزمان را با اقتباس از رمان مشهور دل تاریکی که اولین بار در سال 1899 منتشر شده بود ساخت. اینک آخر الزمان که درون مایه رمان را در جنگل‌های ویتنام و میان کشت و کشتارهای خونین ارتش آمریکا روایت می‌کند، در سال 1979 روی پرده سینما به نمایش درآمد. فیلم ماجرای مأموریتی سری را روایت می‌کند. او در کشاکش جنگ باید به قائله سرهنگ والتر کورتز خاتمه دهد. کورتز با بازی مارلون براندو پس از سالها حضور در ویتنام با نیروهایش از امر ارتش تمرد کرده و در جنگل‌های اطراف ویتنام قبیله خودگردان تشکیل داده است. اینک آخر الزمان اما بیش از آن که تقابل این دو را به تصویر بکشد یا با پیروی از فرمول‌های ثابت شده سینمای جنگ نمایش دهنده موقعیت‌های قهرمانانه و هیجان‌انگیز باشد، روایتگر تقابل درونی سروان ویلارد و فروپاشی روانی سربازهایی است که خشونت و سیاهی جنگ آنها را به جایی تاریک‌تر از دل جنگل‌های ویتنام می‌فرستد. فیلم مرثیه است برای صلح که با نگاهی منتقدانه به جنگ ویتنام و اساساً جنگ طلبی آمریکا به یک اثر کاملاً متفاوت با شخصیت‌های بیادماندنی تبدیل شده است. و اما پیشنهاد دوم امشب مستند محمد صلاح، یک افسانه فوتبالی. عاشق فوتبال و گل زدنه. فوتبال براش مثل یک هوایی که تنفس میکنه و غذایی که میخوره. این جمله از زبان یورگن کلوپ، مربی موفق باشگاه لیورپول، بهترین توصیف برای یکی از بهترین فوتبالیست های امروز جهان است، محمد صلاح. در مستند محمد صلاح، یک افسانه فوتبالی، درباره این بازیکن مصری و خصوصیات او صحبت میکنند. ورزشکار مسلمانی که از باشگاه‌های مصر شروع کرد و به یکی از بهترین ستارگان لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شد. همزمان خود صلاح نیز از فرازها و فرودهای زندگیش و آرزوها و تلاشش برای رسیدن به آنها میگوید. تماشای این مستند برای تمامی دوستداران فوتبال و به خصوص طرفداران قهرمان لیگ برتر انگلیس لیورپول بسیار جذاب خواهد بود. و اما پیشنهاد موسیقی امشب آلبوم از مصر، آهنگسازی ایمن المنیری. پس از تماشای مستند زندگی محمد صلاح حتما دلتان می‌خواهد بروید و صحنه‌هایی از بازی‌های او را ببینید. اما ما پیشنهاد دیگری داریم، شنیدن آلبوم از مصر ساخته آهنگساز هموطن محمد صلاح ایمن المنیری. خدا نگهدار. آیا تو من کرمان درس خوندم، لیسانس هم کرمان گرفتم و به واسطه اینکه کرمان درس خونده بودم یه دوست بسیار 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 عزیزی که یاد و خاطرش همیشه با منه پیدا کردم و دوستی داشتیم، آقای دکتر افشین یدالله‌ای، چون ایشون پزشکیشون رو کرمان خونده بودن، دوره عمومی رو، بعد که تخصص خوندن ولی عمومی رو آقای دکتر یدالله‌ای هم کرمان خونده بودن و خب خیلی عزیز و دوست داشتنی بود و هست تو دل من. میدونم که شما هم از کارهای آقای دکتر یدالله‌ای خوندین و دوستی داشتین. اگر که خاطره ای هست، صحبتی هست، چه جوری با ایشون آشنا شدین، چه جوری بود ارتباطتون، برام یه ذره بگید. خیلی عجیبه، افشین از شما نگفته بود، حتما مسئله گفتگو پیش نیومده بود. بله به اون سمت. بله بله، از دوستان کرمانش اگه میپرسیدین. بله من خیلی کرمان اومدم خونه افشین. افشین 3-4 تا هم خونه ای داشت، من اومدم اونجا. البته من سال بالاتری بودم، البته نه در رشته پزشکی، من اولش رادیولوژی میخوندم فوق دیپلم، بعد لیسانس شیمی گرفتم. بله بله.
ما با افشین خیلی زمان با هم گذراندیم، خیلی. من در مرکز حفظ‌وشای موسیقی با ایشون آشنا شدم که ایشون توی کنکور قبول شده بود و یک مدت زمانی کوتاه میتونست تهران باشه دیگه، بعد میرفت کرمان که پزشکی رو شروع بکنه. من هم تهران قبول شده بودم در پزشکی، بعد که فهمیدیم هم رشته هستیم و علاقه مشترک ادبیات و اینها داریم تو مرکز افزایش موسیقی که به هم دیگه شماره تلفن دادیم و خونه هم رفت آمد میکردیم. پس شما کرمان اومدی؟ بله خیلی اومدم. این چقدر شهر دوست داشتنیه، چه اصلا خاکش آبش جور دامنگیری. یه جایی هم بود افشین همیشه من میبرد، یه پلوی مخصوصی داشت، حتما شما میدونین، تو کرمان من نزدیک میدون مشتاق با روغن کرمانشاهی. بله همیش. اسمش نوبهار بود. آفرین، نوبهار. بله. دقیقاً. بله. اصلا نوبهار. بله. همون دقیقاً. ما خیلی عکس داریم اونجا با افشین که اونجا نشستیم داریم غذا میخوریم. من با افشین سال 1364 با هم آشنا شدیم و خیلی زودم با هم خصوصی شدیم چون خیلی علاقه مشترک داشتیم. و وقتی که این بحث شعر و اینا پیش اومد، افشین میگفتش که من خب یه سری شعر و اینا میگم. من چون عربیم خوب بود، یه مقداری شعرهای کلاسیک و همچین دهم پرکنتری میگفتم اون موقع. افشین حتی یه سری از اشعاری رو که میگفت میوورد، مثلا با هم نقد میکردیم. تا اینکه افشین به قضیه شعر خیلی جدیتر پرداخت و من وارد قسمت خوانندگی شدم و بیشتر انرژیم اونجا گذاشتم و افشین خیلی پیشرفت کرد، حرفه‌ای شد واقعا. و یه بار یه غزلی برای من خوند و خب ما هم بنامون نقد بود دیگه. خب شما میدونید الان کسانی که نقد میکنن، وقتی حافظ رو هم نقد میکنن، مثلا میگن حافظ غزلهاش درجه یک داره، درجه دو داره. خب این توهین به حافظ نیست. من یه غزلی رو که خون نقد کردم، بعد افشین به من گفت این مال آقای ابتهاج بود. افشین خیلی رند بود. بعد من تازه اونجا منتقل شدم به اون زمانی که با پدر بزرگم اون حرکت رو کردم که خدمتون گفتم، یعنی منم یه جورایی رو دست خوردم. بعد پیش خودم فکر کردم، گفتم خب خیلی از اشعار رو اگر ما ندونیم گویندش کیه، شاید یه جور دیگه برخورد کنیم، ولی وقتی مثلا بدونیم گوینده این شعر هوشنگ ابتهاجی یا شهریار، مرعوب میشیم دیگه. اینم خب خیلی طبیعیه. و افشین ادامه داد این راه رو و منم توی بخش آواز دیگه به فعالیت جدی و حرفه‌ای تقریبا میشه گفت پرداختم. و خلاصه خیلی با افشین روزگارهای خوشی داشتی، خیلی هم زود رفت. خیلی خیلی خدا رحمتش کنه. غیر از افشین یداللهی عزیز، از آثار کدوم یکی از شعرهایی که حالا اسمشون آشناست دیگه برای بیننده ها، الان شهره هستن، شما تا به حال از آثارشون اجرا کردید؟ والا تو این آلبوم جدیدی که داریم میکسش میکنیم از آقای ابتهاج یه کاری خوندم، قبلا هم از استاد ابتهاج یه کاری دیگه در آلبوم حسرت خوندم، از آقای قیصر امینپور خوندم که خیلی ایشون رو دوست داشتم و دوستشون دارم، با هم خیلی ما با ایشون هم خیلی روابط نزدیکی داشتیم. و بازخوانی کارهای قدیمی که کردم از مرحوم کریم فکور بود، توش خدمتتون عرض بکنم. چقدر هم خوب بود اون بازخوانی‌ها، عالی بود. خدا رو شکر. خاطر انگیز. همه کاراتون خوب بود. یه کار لبتیقیه واقعا، سخته. بله. چون مردم خاطره دارن با صداهای ما. مقایسه میشه. مقایسه میشه. و خب از شاعرای کلاسیک کار خوندم، از حافظ خوندم، از حاج میرزا عبی مجتهد خراسانی خوندم. الان هم این محفلای شعرخوانی رو دارید؟ یعنی اینکه با شعرا دم خور و در واقع؟ نه زیاد متاسفانه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه ترافیک کاری رفته بالا و همه چی تبدیل به دورکاری شده. اصلا این دورکاری حالا مربوط به کرونا و این قضایای اخیرم نیستا، کلا اصلا توی موسیقی اینطوری شده. مرحوم استاد امین خرم میگفتن مثلا ما یه کاری رو که قدیم ضبط میکردیم، این نوازنده ها همه همدیگه رو میدیدن، در کنار هم میشستن، با هم میزدن، از هم دیگه حس میگرفتن. گفت شاید یکی از دلایل، میگفتن شایشون همیشه با نسبیت صحبت، چه قطعیت نمیگفت، گفت شاید یکی از دلایل موندگاری اون کارا این بود. الان نوازنده ذهی اصلا بادی رو نمیبینه، نوازنده تار، نوازنده نی رو نمیبینه، کوبه ها بقیه رو نمیبینن، هر کدوم میان یه روز تو استودیو ترک خودشون رو میزنن و میرن. خیلی هم صحیحه، خیلی هم بی غلط تر از قدیمه،
ولی آدم بازم رفت و یه چیزی اومد. نیست یا یه چیزی کمه. الان اونجوری شده متاسفانه و گریز و گزیری هم ازش نیست. آقای صحت، زندگی داره ما رو به این سمت میبره، باید خودمون به حال خودمون یه فکری بکنیم. مثل ماجرای موبایله دیگه، الان دیگه اینا همه میدونن، همه میان میشینن دوره هم دیگه که همدیگه رو ببینه، همه سر رفت تو موبایل. خب اینو خودمون باید مدیریت کنیم. دو تا جمله گفتین، یکی همین الان فرمودین که گفتین که مرحوم خرم همیشه میگفتن شاید. بله. تو بخش اول هم که داشتین صحبت میکردین گفتین که نسخه ای که من میخوام بدم نسخه ای که برای من بوده. اینا خیلی حرفای مهمیه. اینکه شما وقتی دارین صحبت میکنین به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک متخصص، بازم دارین میگین شاید، بازم وقتی که یک راهی رو رفتین میگین این راه من بوده، میتونه الگو باشه ولی لزوماً این تنها راه نیست. بر من که خیلی تاثیرگذار بود. اگر ما بخوایم برای جوانانی که الان بیننده برنامه‌مونن، علاقه‌مندانی که اصلا به موسیقی علاقه‌مندن، گوششون با موسیقی بیشتر معنو. بعضیا من شنیدم که میگن ما موسیقی کلاسیک نمیتونیم گوش کنیم، مثلا حوصله‌مون سر میره. یه عده میگن ما موسیقی سنتی ایرانی نمیتونیم گوش کنیم، برامون خسته میشیم. چه جوری میشه گوش را به موسیقی خوب عادت داد؟ جان، یعنی تعلیم یادگیری شنیدن موسیقی از نظر شما چیه؟ من چیزی رو که از برخی از اساتید کارکشته موسیقی در این زمینه شنیدم، چون از نظر مبانی تئوریک و موزیک محض اونقدر تخصص ندارم که بخوام خودم در این مورد مثلا مفتی باشم فتوا بدم، ولی اونها اهل این کارن، یعنی از کسی من نقل میکنم که اون واقعا این کار است. ایشون در جای متعدد و یه بار مستقیما به خود من گفتن که باید گوش بچه ها رو با موسیقی کلاسیک بیمه کرد. موسیقی کلاسیک غربی. غربی. پرده و نیم پرده. ممکنه سنگین باشه، ممکنه نتونن باش ارتباط برقرار بکنن. لازمه نیست به طور مستقیم حالا بچه رو وادار کنیم به نشستن، ولی سعی کنیم که شنیداری های او در اون سنی که داره ذهنیاتش و سلایق شکل میگیره توی فضا موسیقی کلاسیک باشه، موسیقی بتهوون باشه، باخ باشه، شوپن باشه، چایکوفسکی باشه. این آستانه های شنوایی و در حقیقت آستانه های روحی روانی موسیقی بچه رو شکل میده. فردا که موسیقی های جذاب تری شنید، چون اون پایه و اون فونداسیون محکم بسته شده، او دیگه خودش میتونه سره رو از ناسره تشخیص بده. ولی اگر که ما بیان با یه سری موسیقی های فسفودی و غیر اصیل از لحاظ بافت موسیقی، منظورم موسیقی اصیل ایرانی اینا نیست، بچه رو مثل که شما مثلا به جای اینکه لبنیات سالم، شیر خوب، گوشت خوب به بچه بدین، مثلا هی بهش پفک بدین، پیتزا بدین، این بزرگ که شد بیمار میشه. پس شما خودتونم شنونده آثار کلاسیک هستید؟ هستم، بله. و اگر اشکالی نداره سلیقه موسیقیتون، مثلا توی کلاسیکا آثار کدوم یکی از آهنگسازا رو بیشتر دوست دارید و توصیه میکنید که بیننده ها بشنوند؟ باخ. باخ. خیلی باخ موجود عجیبیه. من البته موسیقی الکترونیک هم خیلی دوست دارم. چه جالب، اصلا فکر نمی‌کردم موسیقی الکترونیک. موسیقی الکترونیک رو من خیلی دوست دارم. آثار ونجلیس رو خیلی دوست دارم، ژان میشل جار رو خیلی دوست دارم. و کسانی که مثل پاوروتی کلاسیک خون بودن اما کارهای پاپ خوندن، یعنی اومدن از اون محدوده خیلی استاندارد بیرون، اینا رو هم از نظر وکال اینا رو خیلی پیگیری میکنم، گوش میکنم. امیدوارم که بیننده های ما به آثار باخ گوش کنن، واقعا توصیه کنن. پاوروتی رو چه بله، پاوروتی و دوستان آلبوماش اتفاقا منتشر شده و در دسترس هست که بازخوانی کردن مشترکاً با اون صدای عجیب هست. آثار کلاسیکش که با صدای تنور، دارم درست میگم؟ بله. یا نه،
صدای تنورش خونده و جزء بزرگان سه تا تنور بزرگ دنیاست دیگه هست. اینا مثل تعلیم گوش میمونه دیگه، بله. کلاس آموزش گوش، بله. برگردیم اگر اجازه بدید. یا خواننده مثل بوچلی، بوچلی بله، در دوره کرونا توی کلیسای بزرگ ایتالیا بدون حضور هیچ بیننده‌ای، بله. و شنونده‌ای بوچلی کنسرتی اجرا کرد که یکی از پربیننده ترین کنسرت ها شد، با وجودی که کلیسا خالی بود، ولی این صدای عجیب و این فضایی که خیلی خیلی تاثیرگذار بود. خیلی شما دوره کرونا چه کردید آقای دکتر؟ ما دوره کرونا خونه نشینی، فقط بعضی وقتا که دیگه یخچال خالی میشد مجبور بودیم خونه بریم بیرون. آخه خیلی هم برای موسیقی بیشتر از سایر رشته، چون تو کنسرت به هر حال تماشاچیات بشینن بغل هم، یعنی تا وقتی کرونا اثری از آثارش باقیه فکر کنم که کنسرت نه کار تا... که آقای صد کلا تعطیله، الانم تعطیله، ولی خب مثلا کارهای باقی مونده مونو سعی میکنیم بیشتر با دورکاری انجام بدیم، همون که فرمودین که هر کسی تو خونه خودش. بعد یکی از دوستامه که من پیش ایشون میرم کارامو انجام میدم، یه گربه داره، حالا با هم صحبت کردیم، گفته ما این گربه رو بذار یه گوشه ای که ما بیایم زودتر کار انجام بشه، هی تو بخوای برای من بفرستی من دانلود کنم گوش کنم بگم مثلا فلانی اینجاش اینجوریه، تو داره بگی آخه اینطوریه، این دیگه تا قیام قیامت طول میکشه. حالا فعلا موزل ما در کرونا گربه است از نظر کاری. گربه من یادمه که ما بچه که من بودم تو خونه قناری داشتیم و یه صوتش در واقع گوش نواز که توی خونه تنین انداز میشد، قناری هم شروع میکرد به چه کردن، بله. خیلی عجیب بود. بله. بله. آیا تو ما متداول برنامه‌مون اینه که یه بخش سوم ما یه مهمان داریم، ولی اینقدر مهمان ما عزیز آخرین برنامه ما هم هست در ماه مبارک رمضان، بله. که اگر اجازه بدید بخش سوم هم چون هنوز خیلی از سوالات مونده خدمت شما باشیم و اصلا به نظر شما این برنامه ادامه پیدا بکنه بعد از ماه مبارک، یعنی این برنامه کتاب بازو نمیدونم دیدید یا ندیدید؟ بله من جسته گریخته قسمت های ازش رو دیدم و به نظر من ادامه پیدا کنه، برنامه خوبیه. پس منم یه خواهش میکنم، شما هم باز لطفاً قبول دعوت بکنید و بازم به برنامه ما بیاین. انشالله من اگر ببینم که واقعاً حرفی برای گفتن داشته باشم و حضورم وقت شما به مردم رو تضییع نکنه چشم حتما. ما روزم وارد سوالام نشدیم، یه استراحت کوتاه و بخش آخر و این قولم پس ازتون گرفتم که ما باز هم میزبان شما باشیم. در خدمت شما ارادتمندم. شب سیوم. میان سلام و خداحافظ فرصتی هست، بی شمار کلمه تا من زیباترین جمله را بر زبان آورم و تو به زیبایی بشنوی. کلمه ساختگی است دوست من، ما هر یک به زبانی آن پرنده آبی را می نامیم با کلمات ساختگی، و آنچه واقعی است خود پرنده است و زیبایی که زبان مشترک ماست و نگاه ما را به یک سو می کشاند. آنجا که پرنده بر شاخه نشست یا آبی بر پرها، حسادت، نفرت و ناامیدی روح رنجور کلمات است که فاصله سلام و خداحافظ را کوتاه می کند و دهان را تلخ. من روح برترین را در کلمات می ریزم، عشق را، تا این گفتگو، این قصه و این شعر دیدار را طولانی کند، تا حتی سکوت کلمه باشد، سکوتی که پس از سلام نام دیگر اوست، بی آنکه گفتگو
پایان پذیرد. دکتر فرمودین که از 14-15 سالگی با ادبیات کلاسیک مانوس بودین. در طول این سالها کدوم کتاب‌ها و نویسنده‌ها برای شما تاثیرگذار بودن؟ یعنی در واقع کتب محبوب و نویسندگان محبوب شما چه کسایی هستن؟ از کام خدمتون که من یه سری کتاب‌های سرگذشت افراد رو خوندم، چون بیشتر خودم ترجیح می‌دادم سرگذشت‌های واقعی رو بخونم تا داستان، که ما به ازای خارجی و تجربه در این جهان رو هم در ذهن با خودش داشته باشه. اینا از نویسندگان خاصی نبود، چون یه مقداری حالا این اسمش نمیدونم تو رو خدا سوء تفاهم نشه، من اصلا شکل این حرفا میزنم، ولی چون یه مقداری به کتب عرفانی و سرگذشت عرفا و اینها هم خیلی تمایل داشتم و علاقه داشتم، خیلی از عرفای معاصر و نزدیک به معاصر رو که یه خورده برام ملموس‌تر میتونستن باشن زندگی نامه‌هاشون رو خوندم، و حتی مرحوم یداللهی هم با این تمایل من وارد این وادی شدن، چون ما خیلی با هم دیگه همیشه در این موارد صحبت میکردیم. ولی کتاب‌های سرگذشت‌های غیر واقعی رو هم خوندم. مثلا من واقعا نمیتونم منکر تأثیری باشم که بینوایان ویکتور هوگو رو زندگی من گذاشت، با اون قلم سحرانگیز و اون ترجمه درجه یه که مرحوم حسین قلیه مستعان، که ایشون به هر حال یه آدم مسلط به چندین زبان بود. در شهریور 20 میگن همپای هنرپیشه‌های سینما مشهور بود، یعنی اینقدر مردم میشناختن و خواهان داشت. دخترشون هم سرکار خانم گلاب آدینه هستن. ایشون خیلی هم علاقه به هیپنوتیزم و این عوالم ماورایی داشتن، و آقای بهزادی نقل میکنن مدیر مجله سپید و سیاه که میگن ایشون مدتی در این کار بود که اون شیرایی رو که بردن تو باغش تهران هیپنوتیزم بکنه. چقدر جالب. و میگفت آخرم نتونست این کار رو بکنه، شیرا مقاومت میکردن ولی منو هیپنوتیزم کرد، طوری که تا زمانی که حسین قلی مستعان بود من اجازه ندادم پاش از سپید و سیاه بذاره بیرون. کتاب سینو هم خیلی من تاثیر گذاشت، و خاطرم میاد که شاید 20 روز من از خونه نرفتم بیرون تا این کتاب رو تموم کنم. یعنی واقعا روزی چندین ساعت من کتاب رو با عشق و علاقه میخوندم، مثل یه سریال موفق، مثل یه فیلم سینمایی. چقدر هم لذت بخشه. کتابایی که حتما خیلی تجربه شده دارن، از جمله همون بینوایانی که فرمودین، که آدم به دلیلی مثلا بلند میشه برای یه کاری یا از خونه میره بیرون، دل تو دلش نیست که زودتر برگرده چی شد؟ ادامه. بله، مثلا خیلی اسیر سریال هایی میشن، اینا هم در همون حد پرکششه و پرداستانه و پرجاذبه است. و این یه حالتی اینا آقای سعد در من به وجود آورد که البته میگم من مشکلات فکری اگر پیدا میکردم توی مطالعاتم به طور کلی، همین الانم هم همینطوره، اگر پیدا بکنم خوشبختانه آدم های خیلی خوبی در دسترسم هستن که برم بپرسم. من اینو به دوستانی که حالا یه مقدار جوانتر هستن پیشنهاد میدم که حتما شما یه همچین آدم هایی رو، آدم هایی که کتاب زیاد خوندن، آدم هایی که به ادبیات مسلطن، آدم هایی که در حقیقت داشته هاشون رو و خوانده هاشون رو در زندگی تست کردن و جواب گرفتن، این خیلی مهمه. این آدم ها رو چه خوبه ما یه خودم وقت برای این بگذاریم. همیشه وقت نباید برای این بذاریم که حالا چجوری بتونیم 2000 پول بیشتر در بیاریم. بگردیم 4 نفر آدم بزرگتر و بالاتر از خودمون پیدا کنیم، و مواقعی که بهشون احتیاج داریم اون رابطه رو برقرار کنیم که بتونیم بریم پیششون و اشکالات رو باشون مرتفع کنیم. کاملا درسته. اصلا این خیلی مهمه که میگن رجوع به گروه های مرجع. یعنی ما برای بسیار، چون هر آدمی به هر حال زمان و علم محدودی داره، هر چقدر هم که در واقع بصیرت داشته باشه، دانش داشته باشه، باز محدوده.
و جهان بزرگ و گسترده. خب برای بقیه حوزه هایی که براش ناشناخته است، اگر سوالی داشت، اگر کنجکاوی داشت، اگر براش یه علامت سوالی جا شد، چه باید بکنه؟ حتما همین رجوع به گروه های مرجعی که قابل اعتماد باشه براش. شما ببینید جان والجان، سر یه نون، اونم دزدیدن نون از سر گرسنگی، چی بود مگه اینو؟ اون بلاها رو سرش آوردن و جاورم دیگه ولکنش نبود تا لحظه آخر. اما تو این همه گرفتاری به اون کشیش برخورد کرد، اونم تازه با ماجرای دزدیدن اون شمدون ها و اون اتفاقاتی که افتاد. اما اون تمام زندگی ژان والژان رو ساخت. ما از این کشیش ها تو زندگی اون چند تا داریم؟ اگر نداریم، واقعا بیش از نصف عمرمون اگر بذاریم که یه دونه از اینا پیدا کنیم، به نظر من ضرر نکنیم. چون آقای صد، ما توی جهانی داریم زندگی میکنیم که از هر دو طرف بی نهایت. الان دانشمندان متوجه شدن که عوالم اتمی هم قابل شکافته. یعنی شما میتونید برید توی پروتون، میان اونجا یه جهانیه برای خودش. از این طرف هم که خب دیدین این ویدیوها رو که توی واتساپ و نمیدونم این رسانه ها میفرستن، یونیورس اصلا، آدم میگه من از یه خشخاش، یعنی کره زمین و شاید کهکشان ما، از یه خشخاشی که افتاده باشه توی اقیانوس متلاطم هم کوچیک‌تریم. آیا واقعا ارزش این رو داره که من در این دنیا با این عظمت که خالق عظیم این جهان منو فرستاده تو دنیا، مرعوب کسی بشم یا مسحور کسی بشم؟ این درد و کنایی که راه افتاده، این به قول معروف مرید جمع کنی ها و این داستان ها، اگر آدم واقعا بگرده یک شخص بی ادعای مطلع دنیا دیده ای رو پیدا بکنه که بتونه باش رفع اشکال بکنه. من مخصوصا این درد و کنی رو هم گفتم که از اون ور خطر رو هم گوشزد کرده باشه. ما اگر واقعا بتونیم یه همچین کسی رو پیدا کنیم، یا همچین کسانی رو، حالا در رشته های مختلف، این نفر که نمیتونه همه فن حریف باشه، که خصوصا با این انشقاق علمی و این شعبه شعبه شدن علم در این روز، واقعا ارزش داره و واقعا لازمه. یه شعری هست مال مرحوم دکتر حمیدی شیرازی که هم کوچکی ما رو و هم کوچکی دیگران رو به ما یادآوری میکنه. اجازه میدین من اینو برای دوستان عزیزم بخونم؟ ایشون خیلی زیبا این رو، یعنی ما، حکایت ما در عالم هستی و این اقیانوس بی سر و ته و بی انتها واقعا همینه. 100 سال پیش نبودیم، 100 سال دیگه هم نیستیم. این لحظه ای رو که هستیم رو، واقعا این هستی رو غنیمت بدونیم و بدونیم خیلی کوچکیم. هر چقدر هم دور و بر ما بوق بزنن و چراغ روشن بکنن و فلاش بزنن، اینها در برابر اون عظمتی که ما وسطش افتادیم و داریم غوطه میخوریم، همه اینها حله. ایشون میگه پشه‌ای گردان چو گردی در فضا، پشت یال شیری افتاد از قضا. بس که آن ناچیز خوشبینیش بود، پیش خود بر شیر سنگینیش بود. لحظه ای نگذشته با شیر کلان، گفت آن مسکین لاغر کی فلان، گر تو را بر یال سنگینیم ما، بازگو تا بیش ننشینیم ما. شیر گفت از این زمان تا هر زمان، هر کجایی هر چه میخواهی بمان، گر نه خود گفتی به یالم جسته ای، من ندانستم کجا بنشسته ای. خیلی زیبا. داستان ما واقعا تو این عالم همینه و ما احتیاج داریم اشخاصی رو که به ما تذکر بدن این پوزیسیون رو به ما در عالم وجود مرتب. اون موقع دیگه نه از آموختن خسته میشیم، نه هیچ وقت به مقام استادی میرسیم، نه اصلا برای خودمون شأن و مرتبه قائل هستیم، و اون موقع هست که ما واقعا به پیشرفت میرسیم در هر رشته‌ای در زندگیمون. اگر یه پدری بدونه که هیچ وقت پدر کاملی نیست، یک شوهری بدونه که هیچ وقت شوهر کاملی تلاش نیست، تلاش برای بهتر شدن، تلاش برای بهتر شدن تا زمانی که زنده است ادامه پیدا میکنه، و این خودش رمز موفقیت. ببخشید خیلی پر حرفی کردم، کلی استفاده کردم. توی صحبتاتون دو بار اسم عبرت ناینی رو آوردید که از دوستان پدر بزرگتون بودن، و بعد درباره اینکه علم
امروزه چجوریه و ادبیات چجوری بهش نگاه میکنه. یه شعری از عبرت ناینی، چون ما هم اصلیتمون مال ناینه، حالا خدا کنه اشتباه نکنم مال مصباح ناینی نباشه، ولی فکر میکنم مال عبرت ناینیه. شعری در توحید. بله. ولی بیت اولش برای من خیلی شگفت انگیزه. خدا چون... هست و خدا نیست. بله. چون خاصیت ذره‌ای و موجی نور، معروف‌ترین مثالش اینه که شمع این نور انگار بهش متصل هست ولی نیست. یعنی ما اینو تو کتاب ها میخونیم دیگه، فوتون های نور، معلوم نیست که بالاخره به این شمع هست یا جدا شده و داره میره. عبرت اینو اون موقع گفته. چون نور که از شمع جدا هست و جدا نیست، عالم همه انوار خدا هست و خدا نیست. و بعد ادامهش که اصلا خیلی نگاه که از کارهای جاودان مرحوم عبرت. بله بله خیلی. پس شما آشنا بودین با این شعر شگفت انگیز؟ بله خیلی شعر معروفیه. این خیلی اونجا که میگه این صورت خودت که در آینه میبینی، هم صورت تو هست و هم صورت تو نیست. صورتی که توی آینه داری میبینی. شما اگر اشتباه نکنم پرتیراژ ترین آلبوم موسیقی پاپ ایران مال شماست، دلقک، درست دارم میگم؟ والا به یک روایتی. بله. خب هم از این آلبوم بگین و علت اقبال و استقبال بیش از حدی که ازش شد، و همین که پس چرا الان 6 سال شما کار جدیدی ارائه نکردی؟ علت استقبال از این آلبوم بیشتر به خاطر خود ترانه دلقک بود که واقعا یک ترانه عامه پسند بود، به خاطر اون افکت اوتوتیونی بود که ما برای اولین بار ازش استفاده کردیم. عامه‌پسند به معنی خوب کلمه عامه‌پسند. بله بله. یعنی یه جوری بود که خیلی از اقشار مردم میتونستن باش ارتباط برقرار بکنن، و غمی که در این دلقک بود غم شیرین بود، غم تلخ و ناامید کننده نبود. میگفت آقا این با تمام مشکلات و سختی‌هایی که داره باز هم داره تلاش می‌کنه که تو بخندی. تو بخندی. و یکی این که تو زمان خوبی منتشر شد، یکی این که قطعاتی مثل بوی باران که از ساختهای درخشان استاد همایونی خرم بود توش بود، قطعه آسیم سر توش بود از ساختهای درخشان مرحوم بابک بیات، یکی دیگه از عوامل توفیقش وجود اون آواز شکایت هجران بود که این آواز خب توی حال و هوایی با آریا عظیمی نژاد و فؤاد حجازی ضبط شد که این حال هوا خیلی همچین دلی و حسی شد. شعر درخشان استاد هوشنگ ابتهاج که این پاسخ بود به اون شعر حافظ، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست ولیکن طبیب هست، و آقای ابتهاج گفت عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد، ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست. اینا همش دست به دست هم داد که اون مجموعه اصلا همه آثار ماندگاری کنار هم توی یک آلبوم دیگه نشست دیگه، خدا میخواست که اینطوری جمع بشه و خیلی هم ازش استقبال شد. خب خیلی از دوستان موزیسین هم برای اون آلبوم زحمت کشیدن، و به خاطر دلقک و اون کلیپی که در مورد مرحوم چارلی چاپلین ساخته شد یه مقدارم به حاشیه رفت، همه اینا دست به دست هم داد برام. بعد چرا الان 6 سال؟ خب الان تمام علاقمندان شما 6 سال منتظرن. این 6 سال کی گفته بهتون آقای سه؟ خیلی بیشتر از این حرف هست. بیشتر از 6 ساله؟ ما یه آلبوم نصف نیمه دادیم بیرون به نام شکوه. بله. ولی همون بعد از شکوه الان 6 سال شده دیگه. آلبوم در حقیقت بیواژه که آخرین آلبوم پاپ رسمی کامل من بود تقریبا میشه گفت حدود 9 ساله. 9 سال. ما رسم برنامه‌مون اینه که سردیسی به مهمانان عزیزمون اهدا می‌کنیم. من اگر اجازه بدین این سردیس رو بعد از برنامه تقدیم حضور شما می‌کنم. و برای در واقع جمع کردن این قسمت می‌خوام از شما خواهش کنم که دو سه بیت شعر برامو بخونین. اگر که تو حال و هواش هستید، من اصلا اصرار نمی‌کنم چون می‌دونم خیلی به دل و روح و حس و حال ربط داره، با آواز باشه. اگر میدونین که حالشو ندارید، الان مودشو ندارید، همون شعر و بعد با بیننده ها خداحافظی کنیم. اگر برامو بخونین که خب برامو یادگار بزرگ و مغتنمی خواهد بود. یه شعر خیلی زیبایی از نظامی هست، دو بیتشو زمزمه میکنم براتون. عالی عالی عالی. امیدوارم که همه عاشق باشیم، عاشق به معنی واقعی، و از مزایای عشق و از اون سرزندگی و جاودانگی که عشق به اهالی سرزمین خودش میده انشالله هممون
برخوردار بشین. برای همه تون آرزوی دل خوش و سلامتی و شادی درونی که عشق هست رو میکنم. فلک جز عشق محرابی ندارم، جهان جز خاک عشق آبی ندارم، طبایع جز کشش کاری ندانم، حکیمان این کشش را عشق خوانند. عالی بود، عالی، عالی. خیلی ممنون. واقعا حسن ختام بی نظیری برای برنامه های ما در ماه مبارک رمضان بود. خیلی خیلی از شما متشکرم، بی نهایت ممنونم. امیدوارم بازم در خدمتتون باشیم و از شما هم ممنونم که برنامه ما رو دیدید. امیدوارم فصل بعدی از اواخر تابستان دوباره در خدمت شما باشیم و کتاب باز رو با شما ادامه بدیم. خیلی خیلی ممنونم و تا اواخر تابستان خدا نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. یادمان دادید که کلمه پاک از زمان عبور می کند و زنده می ماند. یادمان دادید که کلمه پاک می روید و بالا می رود. یادمان دادید به کلمه پاک باید آویخت. یادمان دادید که اگر به کلمه پاک بیاویزیم برای همیشه زنده میمانیم. سلام بر شما که ما را صدا کردید که یاد